سلام به همه شما دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. در آموزش‌های گذشته من روش‌های کسب درآمد از وبسایت‌های مختلف رو بهتون معرفی کردم، یا وبسایت‌هایی که کاربردی بودن و اطلاعاتی در خصوص روش‌های مختلف استفاده از وبسایت‌ها یا کسب درآمد از وبسایت‌ها یا حتی راه‌اندازی سرویس‌های جدیدی که میشه توی کشوری مثل ایران انجام داد. امروز به شما میخوام آموزش رد کردن، حالا همون بحث فیلترینگ رو بهتون بگم که به چه شکلی میتونید از فیلترینگ عبور بکنید، منتها نه برای کار غیر اخلاقی، بلکه برای رسیدن به اطلاعاتی که خب ممکنه توی کشورهای مختلف فیلتر شده باشن. آموزش امروز رو لطفا پیگیری بکنید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایکش کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید و نظرتون رو برای من حتما ثبت بکنید، چون به همه نظرات پاسخ خواهم داد. سایت گوگل رو باز کنید، سرچ کنید پروکسی سایت. پروکسی سایت رو باز کنید، لیستی به شما میده شامل وبسایت‌هایی که میتونن به شما خدمات عبور از صفحات فیلتر شده رو ارائه بده. تمام این وبسایت‌ها خدماتشون به صورت رایگان ارائه میشه، منتها فقط یادتون باشه در استفاده از این وبسایت‌ها حتما دقت بکنید. به چه علت؟ بعضی از این وبسایت‌ها ممکنه اطلاعات یوزر و پسورد شما رو برای ورود به سایت‌های مختلف سمت خودشون نگهداری بکنن، پس توی اینها حتما دقت بکنید، یعنی احتیاط بکنید که بعدها مشکلی برای شما ایجاد نشه. خب همینطور که میدونید توی ایران یا مثلا توی بعضی از کشورها، البته خب بعضی از کشورها نمیگم، من فقط ایران رو میگم، توی ایران فیسبوک فیلتر، یوتیوب فیلتر، توییتر فیلتر، تلگرام فیلتر، خوشبختانه اینها شبکه‌های اجتماعی هستن که افراد زیادی توش دارن استفاده میکنن و این فیلتره، اما این فیلتر برای مردم معمولیه. اونی که یوتیوب میخواد استفاده کنه با فیلتر شکن وارد میشه، اون که میخواد فیسبوک رو نگاه بکنه با فیلتر شکن، اونی که یوتیوب میخواد توییت بکنه با فیلتر شکن، اونی که میخواد تلگرام رو اکتیو بکنه میره روی موبایلش فیلتر شکن نصب میکنه. همه اینها برای مردم معمولی متاسفانه فیلتر، اما برای دوستانی که مسئول هستن مثل وزیر ارتباطات، مثل وزیر خارجه، مثل خیلی از مسئولین، همشون توی توییتر فعالن. خب اگر شما ممنوعیتی میذارید برای استفاده از هر چیزی، نمیتونید ادعا بکنید که شما توان استفاده از اون شبکه اجتماعی رو دارید و مردم به هیچ عنوان نمیتونن اون شبکه استفاده بکنن چون توانشو ندارن. خب این حرف خیلی مسخره ایه، به این علت که شما خودتو قرار برتر از بقیه بدونی، یعنی میخوای بگی من بیشتر از مردم معمولی میفهمم، به خاطر همین چون من میفهمم و مسئول یه جای مملکت هستم اتفاق نمیفته و الان میتونم از فیلتر شکن استفاده بکنم برای توییت زدن، یا مثلا پیج آقای ایکس توی تلگرام. خب ببینید وقتی فیلتر میکنن این یعنی عمومیت داره، یعنی حتما یک چیز زدی هست، یک چیز مسئله ساز و مشکل داری هست، اما اگر فیلتر میشه دلیلی نیست که قرار باشه استفاده نشه و خودتون هم میدونید که الان توی ایران مخصوصا فیلتر شده برای مردم معمولی، اما دوستان مسئول تمامشون توی توییتر یا فیسبوک یا هر جای دیگه میدونید هستن و خیلی هم اکتیون، یعنی شما دقیقه به دقیقه میبینید توییت میکنه، نماینده مجلس توی مجلس نشسته در حال توییت کردن، آقا ما فلان تر رو تصویب کردیم، وزیر خارجه رفته سفر فلان جا توییت میکنه، آقا من الان توی بندرعباس سلام خوش میگذرونم، آقای وزیر ارتباطات میاد توییت میکنه. خب اگر فیلتر هست برای همه باید فیلتر باشه، نه برای مردم و شما راحت ازش استفاده بکنید. اما این سایت ها که بهتون معرفی میشه برای استفاده بهتر از وبسایت هاست، نه برای سوء استفاده کردن و نه برای استفاده از مسائل جنسی و یا چیزهای پورنوگرافی یا هر چیز دیگه ای. پس استفاده از اینها به عهده خودتونه، هیچ مسئولیتی بقیه نمیپذیرن در مورد استفاده شما، یعنی شما اگر رفتی یوزر پس رو توی این وبسایت ها زدی و بعداً هکت کردن به عهده خودته. این وبسایت ها فقط برای بررسی هست دوستان عزیز، شما از هر فیلتر شکنی که توی ایران میخوای استفاده بکنی باید دقت بکنی، چون اطلاعات شما به صورت واسط به وبسایت های مبدا شما که مد نظرتون هست ارسال میشه، یعنی ممکنه این وسط یه نفر شیرینکاری بکنه و اطلاعات شما رو جمع بکنه، کما اینکه خیلی وقت پیش اطلاعات توییتر در چند تا فایل دیتابیسی منتشر شد و بعد توییتر اومد اعلام کرد که آقا رمزهاتون رو تغییر بدید، یا حتی اطلاعات فیسبوک به این شکل هک شد
و اطلاعات زیادی رو اومدن فروختن. پس دقت بکنیم، من هیچ مسئولیتی در مورد استفاده از این وبسایت ندارم، هر چیزی هم که الان گفته شد برای اعلام فقط تفاوته، نه اینکه قرار باشه ما بگیم. این نقد کردنه، نقد کردن همه جا وجود داره و میتونید ازش، حالا یه نفر بد برداشت بکنه، یه نفر میتونه خوب برداشت بکنه. طولانی نمی‌کنم توضیحات رو. اولین وبسایت رو باز می‌کنیم، proxysite.com هست، بعد میریم وبسایت دوم رو باز می‌کنم تو نیو پیج، بعد وبسایت بعدی رو باز می‌کنیم. تو این وبسایت، تو این صفحه وبسایت‌های زیادی رو به شما معرفی کرده. خب شما تو همین انتها میتونید هر چی می‌بینید رو اول باز کنید، خودتون نگاه کنید. خب این اولین وبسایت که از طریق نود CO2 که آنتی ویروس اکتیو هست اعلام می‌کنه که این وبسایت ممکنه به سیستم شما از طریق ارسال تروجان، ببینید اینجا هم نوشته از طریق یه فایل مخرب ممکنه به کامپیوتر شما آسیب برسونه، پس من این رو میبندم. اما وبسایتی که براتون باز میشه، این وبسایت، تو همه وبسایت ها یه کادری برای وارد کردن آدرس وجود داره. شما اگر بعداً بخواد آی پی خودتون رو از طریق این وبسایت ها چک کنید، متوجه میشید که شما از ایران نیستید. یعنی شما زمانی که با اینها یه سایت رو باز کنید، آی پی شما به صورت اتومات تغییر میکنه. خب بعضی از اینها مثلا سرورهای مختلفی برای استفاده دارن. مثلا یه عده میگن ما از اروپا، یه عده میگن ما از امریکا بهتون خدمات میدیم. یه عده ممکنه بگن آقا مثلا ما از کشورهای مختلف میتونیم بهتون بدیم، از کانادا میتونیم بدیم، از مثلا آلمان میتونیم بدیم، فرانکفورت. شما هر کشوری که خواستید اینجا فقط آدرسشو وارد میکنید، مثلا http مثلا wikipedia.com. خب wikipedia.com یکی از وبسایتایی که توی ترکیه فیلتره. حالا من میخوام ببینم آیا با این آدرس، با این پروکسی باز میشه یا نه. کانکت رو میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا این وبسایت برای ما باز میشه. خب این یه مقداری سایتش طول کشه چون قوانین رو برای من آورد، گفت شما قوانین رو باید بپذیرید تا ما باید بازش بکنیم. خب داره باز میشه اینجوری که مشخصه. این هم سایت ویکی‌پدیا. خب این وبسایت توی ترکیه فیلتره، توی ایران فکر کنم باز باشه، اما توی ایران شما youtube.com بزنی فیلتره، facebook.com بزنی فیلتره، twitter.com بزنی هم فیلتره. خب ببینید شما، پس اینجا این از سایت توییتر که من با این آدرس بازش کردم. الان اگر توی همین وبسایت مثلا یه وبسایت رو باز کنیم برای چک کردن آی پی، اجازه بدید. خب من تو همین صفحه میخوام بازش بکنم، www.whatismyip.com. فکر کنم آدرس رو درست دادم. خب ببینید این آی پی من رو نشون میده. یعنی من الان از فرانکفورت با این آی پی میبینید که استفاده دارم میکنم از این وبسایت، و این اصلا متوجه نمیشه که من رو کجا هستم. فکر میکنم واقعا من در فرانکفورت هستم. میریم وبسایت بعدی. این وبسایت رو دوباره مثلا من میام میزنم، میگم که اینم بذارید ویکی‌پدیا .com رو باز کنیم. اینجا میتونید تغییر بدید سرورهاش رو، فرقی نمیکنه شما از هر کشور. ببینید چقدر سرعت این یکی خوب بود. این یکی سرور زیادی هم داره، فکر کنم روش 20-25 تا سرور داره. خب ببینید اینم دقیقا سایت رو برام باز کرد، با این تفاوت که سرعتش خیلی بیشتر بود، proxysite.com. حالا من میخوام ببینم آدرس whatismyip.com، ببینیم آی پی ما با این وبسایت چه آی پیه. ببینید این وبسایت قبلیه که من زدم و آی پی ما شد 5 62 41 52. و بذارید چک کنیم، یعنی عملا اگر الان سایت جدیدی که ما زدیم همین آدرس رو بده، خب مطمئنا مشکلی داره. خب ما با این سایت چک کردیم، proxysite.com، ببینید آی پی شد 217.182. پس میبینید که ما به راحتی میتونیم آی پی مون رو تغییر بدیم. ببینید وبسایت سوم، خب این رو هم گفته که ممکنه به سیستم آسیب برسونه. این وبسایت هم
wikipedia.com. حالا من اینکه میزنم wikipedia.com ممکنه شما مثلا یوتیوب یا فیسبوک یا هر توییتر ردیت یا هر چیز دیگه رو بخواد باز. این هم سرعت خیلی خوبی داشت و خوب باز شد. خب اینم ببینیم what is my ip.com what is my ip.com باز کنیم. اه بازش نکرد، این خیلی زرنگ بازش نکرد. اجازه بدید ببینیم این چرا بازش نکرد. کپی کنم آدرس رو. فکر کنم بازش کردم. آن اگر اشتباه نکرد بر درسته آی پی شد 209.90.232. خب ببینید دوستان عزیز، من این توضیحات رو امروز بهتون دادم دیگه. نوع استفاده کردن از این وبسایت به عهده خودتونه. پس عبارت پروکسی سایت رو اگر توی اینترنت توی گوگل سرچ بکنید، لیستی از وبسایت‌های بهتون میده که حتی بعضی مثلا نوشته یوتیوب پروکسی، یعنی شما به صورت مستقیم یوتیوب رو میتونی باز کنی، فیسبوک رو هم میتونی باز کنی. ببینید این یوتیوبه که میتونه مستقیم بعد بازش کنه. بازش کنیم. من فیسبوک رو باز نمی کنم، خب خودتون میتونید بعدم بازش بکنید. این با یه آی پی کشور امریکاییه. آره برای امریکاست آی پیش. خب ببینید شما دقیقا هر چیزی که دارید میبینید، چیزی که تصور یوتیوب الان اینه که ما توی امریکا نشستیم و داریم سایت رو میبینیم، در حالی که این نیست. ما الان اینجا نشستیم و داریم سایت رو میبینیم. ببینید لوکیشن ما زده یونایتد استیت. میبینید اینجا لوکیشن رو خودش اتومات پیدا کرده و تصورش هم اینه که واقعا ما الان اونجاییم. خب حالا شما ممکنه بری بچرخی، ممکنه بری لاگین بکنی، ممکنه بخواد فایل آپلود بکنی یا هر چیز دیگری. اینم از این. پس یادتون باشه پروکسی سایت رو توی گوگل که سرچ بکنید، هر موتور جستجوی دیگه ای براتون میاره و میتونید ببینید. در هر صورت خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید، آموزش امروز رو هم دیدید. امیدوارم براتون مفید باشه. موفق و پیروز باشید. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدایا رو نگهدارتون.